خوشحالم که بار دیگه میزبان شما هستم. آقای زم، این روزها این صحبت به طور جدی مطرحه که آقای خامنه ای در مورد سه وزیر دست کم بایستی حتما با هماهنگیش انتخاب بشه، در مورد سه وزیر دیگر هم ایشون حساسیت هایی دارن. این تا به امروز اعلام نشده، ولی خیلی هم هممون هم میدونستیم که 4-5 تا وزیر همیشه با نظر علی خامنه ای انتخاب میشه. ماجرا از کجا شروع میشه؟ شروع این که آقای خامنه ای بخواهد در تشکیل دولت اظهار نظر کنه یا اساسا رهبر بخواد در تشکیل دولت اظهار نظر کنه، از کجا تو همین رژیم اسلامی شروع شده؟ ببینید، این سابقه داره، از قبل هم سابقه داشت. تقریبا زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود، خاطرات ایشون که رجوع بکنیم میبینیم که یک جایش میگه که یکی اومده راجب وزیر ارشاد، حالا گلایه هایی داره، اینا راجب میر سلیم بود اون موقع وزیر ارشاد یادمه، گلایه هایی داشت و اینا، که من با اشاره دست عکس آقای خامنه ای رو نشون دادم اون بالا، گفتم که وزیر ارشاد رو من انتخاب نمی کنم، وزیر جای دیگه انتخاب شده و ما تقسیم وظیفه‌ای که کردیم با آقای خامنه ای بوده که من به مسائل اقتصادی بپردازم و کشور رو از نظر سازندگی توسعه بدم، زیر ساختای کشور که بعد از جنگ نابود شده رو گسترش بدم و یک سری مسائل رو مثل مسائل فرهنگی و اینها رو بسپرم با آقای خامنه ای وزارتش رو، یا حالا مسائلی که هست. بنابراین سابقه از زمان آقای هاشمی این تغییر و این تقسیم وظایف وجود داشت، ولی به مرور هرچه میان جلوتر میبینیم آقای خامنه ای حوزه اختیاراتش رو گسترش داده. یعنی زمان آقای هاشمی خب تازه رهبر شده بود، احتیاج داشت که جای پاشو صفر بکنه، زیاد تو مسائل بزرگ و کلان دخالت نمیکرد، تو عزل و نصبای کشور یواش یواش داشت خودش رو جای پاشو صفر میکرد واسه رهبری. تو دوران آقای خاتمی که میان جلو میبینیم که آقای خامنه ای بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنه و میگه که بالاخره به وسیله اون تهاجم فرهنگی میاد رو وزارت ارشاد، تسلط کامل پیدا میکنه و روی نهادهایی که زیر نظر رهبر میتونه با بودجه عمومی کشور گسترش پیدا بکنه، مثل بنیادهای مختلف، مثل نهادهای مختلفی که الان چند ده ارگان فرهنگی بیخاصیت عریض و طویل داریم که مثلا یکیش زیر نظر برادر خودشه، یکیش زیر نظر حداد آدنه، یکیش یعنی هر جایی که فامیلی تونستن اینا گسترش دادن و پخش کردن و بودجه های کشور و بودجه های مردم رو دارن به این ارگان های بیخاصیت فرهنگی که دارن. بله، خب حالا همینجا میخوام یه سوال بپرسم، آیا رابطه بین دولت و ولی فقیه در دوران روح الله خمینی نخستین رهبر جمهوری اسلامی هم همین حالت رو داشته؟ یعنی از این دخالت ها از جانب روح الله خمینی در زمینه مربوط به تشکیل دولت و اداره دولت داشتیم، چه در زمان آقای خود همین آقای خامنه ای که اون زمان رئیس جمهور بوده، چه در قبل از او دوران بنی صدر و همچنین رجایی، که البته خب رجایی خیلی کوتاهه و فکر نمی کنم ما بتونیم به چیزی اشاره کنیم. ما تو تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم تو دولت آقای خامنه ای که تشکیل داد و رئیس جمهور شد، بله، بیشترین نمامی و سخنچینی رو خود آقای خامنه ای راجب نخست وزیر خودش که میرحسین موسوی بود انجام میداد، که زیرا به نخست وزیرش رو بزنه و اینا، به این عبارت که بالاخره من تو مملکت هیچ کاره هم. واقعا هم هیچ کاره بود، بر اساس قانون اون موقع فقط تشریفات و دیدارهای خارجی و نمیدونم سیاستگذاری خارجی و فلان و این چیزا مثلا با رئیس جمهور بود، بقیهش با نخست وزیر بود، که اصلا ما میبینیم که خود آقای خمینی هم میاد و تو یه جاهای مستقیم میاد پشت سر نخست وزیر وای میسه و رئیس جمهور رو دور میزنه. خب این در حقیقت من به نظرم ریشه این چینه و عقده تو آقای خامنه ای از اون موقع به وجود اومد، که دوست داشت که خودش یه شخصیتی داشته باشه مثل شخصیت آقای خمینی. منتها اون صندلی ولایت فقیه من معتقدم که واسه آقای خمینی ساخته شده بود. آقای خامنه ای که روش قرار گرفت اصلا خودش رو گم کرد، اون صندلی براش خیلی بزرگ بود. به این آقای خامنه ای مدت هاست که از زمانی که آقای احمدی نژاد
رو کرد رئیس جمهور، مدت هاست که به دنبال اجرایی کردن مدل سید احمد و آقای خمینیه. یعنی من یادم مثلا توی اون دورانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود، تازه از شهرداری اومده بود به پاستور، آقای خامنه‌ای مثلا دو سه ماه اول که احمدی نژاد وقت می‌خواست که می‌خواست بره پیش آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای بهش وقت نمی‌داد، میگفت برو کارتو با مشتبه انجام بده. و دنبال اجرایی کردن این مدله بود که زمان آقای خمینی بود که همه کارا رو سید احمد انجام میداد و اینا، و خب دخالت‌هاش هم طبیعتاً از طریق مشتبه ادامه داره، یعنی ادامه پیدا میکنه. ما تو دولت خاتمی میبینیم که دخالت‌هاش باز یه ذره بیشتر شد، ولی بیشترین جای پایی که از آقای خامنه‌ای محکم شد تو دولت احمدی نژاد بود که دیگه من به فرض حال نمیدونم وقت داریم یا نه راجع به این سوال، میخوام یه مورد مهم میخوام بگم. اما اگه اجازه بدید با یه روال منطقی و تاریخی بریم عقب که بتونیم ابعاد مختلف رو از مهم به کم اهمیت ببینیم. برگردیم به دولت 11 هم، دولتی که همین فردا قرار هست از دوره کارش تموم شه و دولت رو به دولت 12 هم پس از تنفیذ در میدان پاستور واگذار کنه. سوال مشخصا اینجاست، بیشترین حملات در همین دولت به وزیر امور خارجه جواد ظریف انجام شده، از طرف اصولگرایان در مجلس، در نهادهای نظامی، در نهادهای حزب اللهی، بیشترین حمله ها به همین آقای جواد ظریف شده. بعد از او احمد علی جنتی، فرزند احمد جنتی، وقتی که وزیر ارشاد بود بیشترین حمله ها رو دریافت میکرد. الان بر اساس اون چه که خود دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته که انتخاب وزیر خارجه با تایید و نظر آقای خامنه‌ای انجام شده، یعنی جواد ظریف بیشتر از این که انتخاب آقای روحانی باشه انتخاب و انتصاب آقای علی خامنه‌ای است. پس سوالم مشخصا اینجاست که چرا این اذناب آقای خامنه‌ای در مجلس، در سپاه، در حزب الله، در بسیج به همین فردی که منتسب علی خامنه‌ای است حمله میکنن؟ ببینید شیوه انتخاب وزرا اینجوری نیست که مثلا آقای خامنه‌ای بگه برو الان رئیس جمهور برو ظریف رو بذار بشه وزیر خارجه، یا مثلا علوی رو بذار بشه وزیر اطلاعات. به این شکل که رئیس جمهور گزینه‌های مختلف رو میبره میده به آقای خامنه‌ای. مثلا بارها شده بود تو دولت 12 اون ابتدا که میخواستن لابی بکنن، خب به فرض مثلا نام پدر خود من جزء لیست وزرا بود، وزیر ارشاد، دولتی که همین الان در حال تشکیل هست، یعنی بله خب گزینه رو بردم پیش آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای گفتش که نه، مثلا چون پسرش فتنه‌گره خب باباش نباید بشه مثلا وزیر، نباید منصبی بگیره تو این کشور اینا. ولی خب ما دیدیم که مثلا اینو به طور مشخص دارم میگم که آقای روحانی مقاومت کرد و قرار بود لیست رو ببره تو مجلس، که خب تو اون مجلس رسایی و نمیدونم اونا تهدید کرده بودن که اگه بیاد اینجا ما رأی نمیدیم و اینا، خب در آوردن از لیست. به این شکله که مثلا برای گزینه‌های مختلف، برای گزینه‌های وزارت، برای وزارت‌های مختلف گزینه‌های متعددی رو میدن. اونجا آقای خامنه‌ای خیلی‌ها رو رد می‌کنه ولی میگه خب نظرم روی ایشون هست، یعنی نظرم به ایشون نزدیک‌تره. بعد که نزدیک‌تر میشه این احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهورش بود، نظر نزدیکش بود، یه دفعه اومد پشت بلندگو گفت نه. ظریف هم همچین حکایتی رو داره، بقیه هم همچین حکایتی رو دارن. اما من معتقدم این بیانیه‌ای که دفتر رهبری داد یه حسن داشت که کسی ندید این بیانیه، یعنی به این حسنش توجه نکرد. این بود که برای اولین بار یک مقام با قدرت لایتناهی غیر پاسخگوی مسئول ویرانی کشور و تحریم ها و این اتفاقایی که داریم میبینیم تو کشور افتاده، واسه اولین بار اومد راجع به درباره افکار، یعنی به افکار عمومی پاسخ داد. این اخباری بود که مطرح شده بود قبلا، خب آقای خامنه‌ای قبلا اصلا محل نمیداد، دفتر قبلا اصلا محل نمیداد، ولی اومدن راجع به این موضع‌گیری کردن و گفتن که آقای خامنه‌ای دخالتی نداره تو ست وزیر. البته دروغ هم گفتند، بر اساس اخباری که ما داریم حتی آقای خامنه‌ای روی معاونان رئیس جمهور هم نظر داده، یعنی این که بالاخره ما روی 3 وزیر فقط نظر میدیم و اینا، نه این کاملا دروغه. به فرض مثلا وزارت
اطلاعات رو مثل که گفتن، وزارت کشور رو گفتن و وزارت ارشاد، اونجوری که فکر میکنم تو خاطرم باشه. عذرخواهی میکنم، وزارت هایی رو که بیانیه یه دفتر آقای خامنه ای مشخصا اعلام میکنه، میگه اطلاعات، خارجه و همچنین وزارت دفاع رو مستقیما رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب گزینه ها نقش دارن و با هماهنگی ایشونه. در مورد سه وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و آموزش عالی هم ایشون حساسیت های آقای علی آقای خامنه ای حساسیت هایی دارن. این شش وزارت خانه رو مطرح کردن، کما اینکه قبلا در مورد بازداشتشون که بازرسیه، دقیقاً عذرخواهی میکنم، کما اینکه قبلا در مورد وزارت کشور هم به دلیل اینکه بایستی به عنوان جانشین رهبر در اداره نیروی انتظامی وزیر کشور منصوب بشه، قبلا گفته بودن که بایستی از چارچوب اداری او هم مورد تایید ویژه رهبری برای اخذ حکم تنفیذ فرماندهی کل قوا در حوزه نیروی انتظامی باشه. یعنی این 7 وزارتخانه رو خودشون مشخصا در موردش صحبت کردن و هنوز هم میکنن. یه دونم که داداششه تو نفت، بازرسی ویژه وزیر نفت، اونجا تمام قراردادها و هر اتفاقی که میفته برادرش سید حسن اونجاست و از اونجا میبره میده به آقای خامنه ای. و خب اینم میشه یه وزارتخونه که دست برادرش، 7 وزارتخونه هم دست خودشه دیگه، چی دیگه میمونه از مملکت که بخواد رئیس جمهور بخواد اداره بکنه و یا مثلا بخواد بخواد. این راجع به معاون رئیس جمهور هم نظر داده. حالا آقای زن ببخشید اینجا نگرتون دارم، ولی همین مسئله است. ببینید آقای روحانی با یه سری وعده های آمده، این وعده ها رو به مردم فروخته، رأی رو کسب کرده که بره در کرسی قدرت بشینه. بعدم با صراحت در آخرین گفتگویی هم که در همون هیئت وزیران داشت گفتش که حالا نوبت این 24 میلیونه که رأی و نظرشون انتخاب شه، وگرنه چه کاری بود، همونا که بودن دیگه، چرا باید انتخابات میکردیم. مشخصا میخوام بدونم این 24 میلیون که رفتن، بیشتر از اینکه به روحانی آری بگن رفتند که به علی خامنه ای نه بگن، بعد بیرو دروایسی. البته در این آمار تشکیک هایی وجود داره، اینکه من از این آمار استفاده میکنم معناش تایید این آمار نیست، ولی رفتن به علی خامنه ای نه بگن. حالا چطور باز بایستی همین رئیس جمهور منتخب کار رو به دست علی خامنه ای واگذار کنه؟ همینه دیگه. ببینید الان آقای روحانی بنابر مصالحی که انتخاب کرده و من معتقدم که این مصالحش هم اصلا صحیح نیست، ما مثلا دو هفته قبل میبینیم که یه دفعه برادرشو میان میگیرن و حالا این فشارهای بیرونیه که مشخص میشه، ولی فشارهای روحانی به نظرم انقدر زیاد هست که تو این یک ماه اخیر، تو این 15-20 روز اخیر تو مجامع عمومی وارد نشده و بالاخره صحبت نکرده و اینا. بنای یعنی من به نظرم تو یه مقطعی قصد نداره قصد تقابل داشته باشه با خامنه ای. حالا نمیدونم چه سیاستی رو دارن پیش میگیرن و داره میبره جلو، ولی معتقدم که حالا این یه مصالحه ظاهری کردن با سپاه و با بیت و اینها که این قضیه حالا این خره از پل بگذره و بعد دیگه، یعنی امید، ببینید امید بخش تحول خواه کشور جای دیگه است، رو آقای روحانی نیست الان. امید بخش تحول خواه کشور رو قضیه مرگ آقای خامنه ایه که قرار اتفاق بعد، یعنی دیگه داره اتفاق میفته. با حالا ما هم گفته بودیم توی برنامه شما گفته بودیم که این قضیه بر اساس سخنانی که دکترها کردن، یعنی من نگفتم، من که دکتر نیستم، بر اساس گزارش منابع پزشکی گفته بودن تا آخر امسال انشاءالله دیگه این قضایا تموم میشه. همچنین شما فرمودید که قرار اتفاق بیفته، من فکر کردم مثلا جلسه خصوصی داشتید در هیئت تحریریتون با اسرائیل، از ایشون کانفرمو گرفتیم که نه خب عمر دست خداست، دست ما نیست، ما هم که نمیدونیم، ممکنه ایشون اصلا 10 سال دیگه عمر بکنه. ولی بر اساس گزارش منابع پزشکی که با ما صحبت کردن و نزدیک به گروه پزشکی بودن، گفتن این اتفاق میفته. امید الان اینجاست، یعنی امید اینجاست که یه موقعی مثلا فیدل کاسترو مخالف مذاکره با آمریکا بود، مخالف رشد کشورش بود، مخالف، ولی خب راول اومد قضیه عوض شد و یه دفعه کوبا رابطه مسیر عادی شد، با دنیا ادامه داد و اینا. بخش اعظم امیدی که الان به این رئیس جمهور و آقای روحانی وجود داره اینه که در دوران گذار بتونه یک کاری بکنه. خب آقای زم، منتقدان حکومت اسلامی همین مسئله رو
نقد میکنن و میگن این درست همون تفکری است که در ماه‌های گذشته به مقامات آمریکایی از طرف جمهوری اسلامی فروخته شده که دست نگه دارید، علی خامنه‌ای رفتنی است، پس از او فضای کشور تغییر خواهد کرد و زمینه تحول یا برقراری ارتباط برقرار خواهد بود، پس خواهشان اقدامی بر علیه در راستای سرنگونی رژیم اسلامی نکنید. آیا چنین نقدی وارد هست؟ آیا واقعا این ترفندی است برای رژیم اسلامی برای بقای حکومتی که امروز داره؟ خب ببینید، این قضیه رو اول آقای بنی صدر مطرح کردند که بر اساس اطلاعاتی مقاماتی از ایران گفتن که بله احتمال داره که گفته باشن، ولی خب من به نظرم که آمریکا خودش با همین اقداماتی که دارن انجام میده یا جامعه بین الملل با همین اقداماتی که دارن انجام میدن، خب انشاءالله به زودی اصلا تو این روند تسریع میکنن، یعنی اصلا ممکنه اصلا فشارها اینقدر زیاد بشه یه دفعه طرف توی سکته یه چیزی کلا بره و وضعیت همه معلوم شه و بهتر بشه و اینا. ولی معتقدم که بله یه پالیسایی هم از داخل رسوندن که وضعیت آقای خامنه ای اینجوریه و اینا، حالا رو موج خبری سوار شدن یا حالا روی هر چیزی که سوار شدن از این وضعیت رو استفاده کردن و خب الان دولت آقای ترامپ هم نشون داده که اصلا به این حرف‌ها و به این سخن‌ها و اینا اصلا توجه نمی‌کنه و داره کار خودش رو داره می‌کنه. مثلا الان آقای ظریف 7 روز 8 روز تو نیویورک بود به بهانه نشست فکر می‌کنم مجمع عمومی سازمان ملل بود یا شورای نمی‌دونم چی بود تو سازمان ملل، بهش دستور داده بودن که اصلا برنگرد اونجا، بمون و مذاکره کن با آمریکا، اصلا بگو هر چی می‌خوایم می‌دیم، رژیم چنج و اینا رو بذارن کنار و اینا، که خب مقامات آمریکایی هم مثل نیم ساعت بهش ملاقات دادن بعد 6 7 روز و اینا، خب ما خبرشو دادیم سری زدن و خیلی هم جیغ داخلم بلند شد، خیلی سر صدا کردن و اینا. ولی خب این جمهوری اسلامی هم داره از پشت داره لابیشو میکنه، اینها هم دارن چیز میکنن چون میدونن بحث رژیم چند جدیه، میدونن که یه ترقه الان از روی آسمون ایران رچه همه فرار میکنن. تو همین قضیه تروریستی که اتفاق افتاد به نام داعش زدن و حالا من امروز خبردار شدم که گویا اصلا یه طرح گسترده دارن، قراره توی یک سری ورزشگاه ها و اینا این کار رو باز دوباره انجام بدن، یعنی خود جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، میخواد بندازه گردن داعش و فضا رو امنیتی بکنه و بمب و بمبارون و اینا رو مثلا این ترقه‌هایی که آقای خامنه‌ای میگه وسط شهر رو اینا بتره کنن که مردم قربانی بشن و بعد بندازن گردن تروریست‌ها و اینا، بعد به هواش یه سری افراد تو داخل و خارج و اینا رو مثلا ترور بکنن و اینا. تو همین قضیه ترقه بازی مجلس و سپاه خب اصلا یه چیز اعجاب آور اتفاق افتاده، مثلا حالا اینو من اولین بار دارم تو برنامه شما میگم، اینها بعد از که این قضایا اتفاق میفته شما لیست کل کشته شده ها رو نگاه بکنید، این فقط یک نیروی حفاظت سپاه جلوی مجلس کشته شده، یعنی اون هم چون جلوی در حفاظت فیزیکی مجلس بوده، جلو دستگاه ایکس رای بوده، اونجا کشته شده، بقیه نیروهای سپاه کجا بودن؟ اینا فرار کردن. اینا موقعی که اون تروریست حمله کردن لباسا رو کندن، لباسای سبز رو همه فرار کردن، در پارلمان و در اصلی پارلمان یک کارمند ساده حراست مجلس قفل کرده که اونم کشته شده که تروریست ها. خب این نیروهای سپاه کجا بودن؟ توی مرقد آقای خمینی اونجا نیروهای سپاه فرار کردن، دو سه روز بعدش اینا بلند میشن میرن فرمانده های سپاه پیش آقای خامنه ای که شما یک مراسمی تشکیل بدیم، یک مراسمی بذاریم به این آقایون، اینایی که نیروهای حفاظت بودن، مدال شجاعت بدیم. خب میگن که خب باشه، پیشنهاد خوبیه و اینا، میان بررسی میکنه، دفتر بررسی میکنه، فیلمای مجلس و فیلمای مرقد و اینا رو برمیدن میان، یا کدوم شجاعت، شما همتون فرار کردین، چه مدال شجاعتی بدیم ما؟ یعنی ببینید تو یه همچین قضیه‌ای که خیلی ساده است اتفاق افتاده وسط تهران، این همه داره تو جاهای مختلف دنیا داره اتفاق میفته و نیروهای امنیتیشون میتونن خیلی راحت جمع کنن. تو مجلس ما در پارلمان که میبندن تروریست‌ها 17 تا گروگان رو میبرن طبقه چهارم ساختمون اداری مجلس، اونجا بعد 3 ساعت سپاه میخواد تروریست‌ها رو بگیره، گروگان رو آزاد نمی‌کنه، 17 تا گروگان اول میکشه بعد تروریست ها رو میکشه. با این وضعیت کشور و اینا میدونن که اگر آمریکا یا حالا جامعه جهانی به این اجماع برسه که جمهوری اسلامی نباید باشه که الان به این اجماع رسیده، اینا
چی میخواد مقاومت خب کنه؟ حالا همینجا به این قضیه نگاه کنیم که به هر حال علی خامنه ای و حسن روحانی در قالب یک حکومت هستند و به هر حال به قول قدیمی ها اگر گوشت همدیگر رو بخورن استخونه هم رو دور نمیریزن. ترکیبی برای کابینه 12 هم ترتیب میدن که در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای خارجی یا داخلی بتونه از کیان و اونچه که خودشون گفتن منافع نظام عیناً داخل کوتیشن دارم میگم واژه‌ای که خودشون به کار میبرن حمایت و حراست کنه. این کابینه و این ترکیب همکاری بین علی خامنه‌ای و حسن روحانی در کابینه 12 هم چگونه تجلی پیدا میکنه؟ کابینه 12 هم که گذشت، کابینه که الان در چرا دیگه کابینه 12 هم همینی که الان تأسیس شده قربان، دولت قبلی آقای روحانی دولت 11 هم بوده، اینی که امروز انتخاباتش انجام شده دور 12 هم و اینم کابینه 12 همه. دولت قبلی من معتقدم با مأموریت چیز اومد، یعنی با مأموریت صاف کردن تحریم های بین المللی و مذاکره و این چیزا، که خب آقای خامنه‌ای هم یک بازی کثیفی رو شروع کرد با دولت 12 و خصوصا دولت 11 منظورتونه؟ دولت 11 بله، و خصوصا تیم مذاکره کننده و اینها یه بازی کثیفی رو شروع کرد که پشت پرده هی میگفت برید صحبت کنید، برید فلان بکنید، هی امتیاز میداد، هی باج میداد فلان، روی پرده میگفت من مخالفم، من فلانم. خب دیگه اینجوری کسی دیگه قصده، یعنی نمیتونه بمونه کار بکنه. الان شما آقای زنگنه رو ببینید، بیشترین هجوم بعد از آقای ظریف با آقای زنگنه بوده. من دیروز پیروز بهش گفتم میره کار بکنه، گفته من به شما گفتم با این وضع اصلا مگه دیوانه ام من که وقتمو بذارم واسه کشور بخوام کار بکنم، یا قاضی زاده هاشمی یا مثلا آدمایی که حالا بالاخره سرشون به تنشون میارزه، جزء بدنی بدنه کارشناسی کشورن و بالاخره سالها تو این کارا تجربه داشتن. دولت 12 هم من به نظرم بر اساس سیاست‌های یعنی اقتصاد مقاومتی و نمیدونم وضعیت زندگی مردم و بر اساس اینا چیده میشه که بخوان یه ذره وضعیت زندگی مردم رو درست بکنن. الان دقیقا مثلا 10 روز پیش بحث استعفای آقای جهانگیری بود که گفته بود من تو دولت 12 نمیخوام باشم، خبرش اومد بعد تکذیب کردن، ولی این درست بود واقعا. یعنی آقای روحانی با آقای جهانگیری گفته بود که همون تو دوران مناظرات و قبل از استقرار، قبل از اینکه خود اومدن خود آقای روحانی قطعی بشه و اینا، تو دوران انتخاباتی گفته بود که مثلا تو دولت بعدی تیم اقتصادی کشور و فلان و اینا خودت وزیر وزرا رو خودت بچین نظر اقتصادی، چون آقای جهانگیری هم بالاخره از مسائل اقتصادی چیزی سرش میشه و اینا. ولی خب میبینیم بعد از انتخابات یه دفعه میاد نهاوندیان رو میخواد بذاره وزیر بازرگانی، شریعت مداری رو خودش میخواد بذاره وزیر صنعت، واعظی رو برداشته آباده رسیده. خب اینا باعث اعتراض میشه، یعنی باعث قول و قرارهایی که گذاشتن بالاخره میزنن زیرش و بعد اون وقت این اتفاقات میفته. اونا به نظرم خب در همین اندازه چقدر خود آقای خامنه ای دخیل، یعنی چقدر از این بحث برمیگرده به دبستون هایی که حسن روحانی با اعضای کابینه‌اش و اطرافیانش یا با معذوراتش داره، اونجوری که شما بیان میکنید چقدر نقش و سهم دفتر رهبر جمهوری اسلامی است؟ بالاخره سهم داره. شما ببینید وقتی 2 هفته قبل میان یه دفعه با یه سر و صدای خیلی زیاد برادر رئیس جمهور رو بازداشت میکنن، خب اینا همه سهم‌خواهی تو قدرت. یه میان بالاخره بحث مفاسد اقتصادی، خب این مفاسد هم بوده. مثلا برادر روحانی رو قرار بود قبل از انتخابات بگیرن، خب طبق توافقی که کرده بودند گفتن که این قضیه رو بعد از انتخابات انجام بدیم که برای چیز، برای مثلا خوراک تبلیغاتی نشه علیه روحانی. خب قبول میکنن، محسنی اژه‌ای میره، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میرن پیش روحانی، میشینن با هم صحبت میکنن، توافق میکنن که اصلا از قضیه حسین فریدون تو مناظرات انتخاباتی چیزی صحبت نشه که بالاخره حالا قالیباف بخواد حمله کنه و پرونده داره، پروندهش رسیدگی بشه. یه دفعه میبینیم اینا میان میزنن زیر قول و قرارشون تو مناظره تلویزیونی، رئیسی میاد میگه آقا برادرت فلان، خب روحانی هم میگه تو هم رفتی اعدام کردی فلان کردی. یعنی ببینید این چیزا هست، متاسفانه این چیزایی که ما روی پرده میبینیم با چیزایی که پشت پرده هست خیلی موقعا 180 درجه با هم متفاوته و اگه کسی حالا زیر و بم قضایا رو ندونه، پشت رو ندونه که چه خبره، نمیتونه بر اساس اخبار ظاهر تحلیل بکنه. ولی تو همین قضایا هم خیلی آقای خامنه ای سهم خواهی داره. آقای خامنه ای که الان دیگه شده خدای سهم خواهی تو کشور. ما الان میبینیم تو قرارداد
خیلی ساده یه قرارداد نفتی دفتر خامنه‌ای در پورسانت میگیره. اینا اتهام نیست، اینا رو ما برش سند داریم. یعنی تو وقتی شما توی کوچکترین اتفاقاتی که تو کشور میفته خود آقای خامنه‌ای، دفتر آقای خامنه‌ای داره منتفع از نظر مالی، خب بقیهش که دیگه خب مشخصه دیگه، توی کابینه و فلان و اینها کاملا مشخصه دیگه. ولی من معتقدم که بالاخره این ایستادگی انجام میشه و مجلسی هستش که نذاره که هر آدمی که آقای خامنه‌ای انتخاب کرد، بالاخره اینجوری هم نیستش که حالا بالاخره ما یه مرحله این مجلس البته هم این اینکه شما میفرمایید هر آدمی که آقای خامنه‌ای انتخاب کرد، خیلی‌ها معتقدن که مجلس مدت‌های طولانی است که گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی بوده و نمایندگان مجلس در به عبارتی چاپلوسی و تملق از رهبر جمهوری اسلامی به هم در حقیقت از هم پیشی میگیرن، چه در مجلس قبلی چه در این مجلس، در اکثر حتی در مجلسی مانند مجلسی که آقای کروبی رئیس اون بود، پیش از این مجلس ششم هم وقتی که آقای کروبی حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی رو قرائت کردن همین حالت بود در مورد لوایح دوگانه اختیارات رئیس جمهوری و قانون مطبوعات. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ واقعا فکر میکنید که این مجلس حتی از مجلس ششم هم نسبت به رهبر مرتدتره و نمیخواد از او حمایت و پیروی کنه؟ اصلا ممکنه در رژیم اسلامی نماینده‌ای به کرسی مجلس برسه که پیش از این سنگ رهبر جمهوری اسلامی رو به سینه نزده باشه؟ آره این ممکنه، ما الان داریم دیگه، حالا بی‌انصاف هستیم ولی دیگه نه اینقدر. الان مثلا آقای محمود صادقی هست، آقای مطهری هست، اینا علناً دارن بالاخره، آقای مطهری الان داره حرفایی رو میزنه که اصلا خیلی خیلی چیزاش 180 درجه با نظر رهبری متفاوته، مثلا در خصوص حذف، در خصوص یاس. محمود صادقی میاد راجع به بالاخره 63 تا حساب غیرقانونی صادق لاریجانی میاد حرف میزنه، شب میریزن دم خونه بگیرنش. هنوزم داریم. مجلس ششم هم به نظرم مجلس ششم گیر تندروی های جبهه مشارکت افتاد، وگرنه همون آقای کروبی که شما میگید که بالاخره آقای کروبی رو ما معتقدیم که از بقیه آخونده جداست، آخونده ها خب، ولی آخوند داریم که بازم فخرشه، یعنی معتقدم که کروبی فخر روحانیت شیعه است تو 100 سال اخیر، تو 50 سال اخیر. حالا هرچی هی حالا بگن که آقای کروبی هم خودشونه آخونده، من زیاد موافق نیستم با آدمایی که همه رو با یه چشم با یه بالاخره بیل همه رو قاطی میکنن و اینا، نه تو همین قشتم هست. مجلس ششم هم همینجوری بود، همون آقای کروبی که میگید حکم حکومتی رو قبول کرد. ببین ما فضای اون موقع رو باید در نظر بگیریم، یعنی هر اتفاق تاریخی رو میخوام تحلیل بکنیم باید تو فضایی که وجود داشت باید تحلیل بکنیم. تو همون مجلس ششم من یادمه که موقعی که رفتم برای سخنرانی آقای خاتمی، 16 آذر بود، سال 78 بود، 77 بود یادم، 16 آذر رفتم برای سخنرانی آقای خاتمی، من دانشگاه تهران رفتم، پای صحبت رئیس جمهور کف زدن گناه بود، یعنی کسی نمیتونست پای صحبت رئیس جمهور کشور دست بزنه، دانشجو اونجا دست زدن و فرداش حوز علمیه و مصیبت ها داد، کفن پوش شدن همه که وا وا اسلام، پای صحبت رئیس جمهور ام القرای جهان اسلام دست زدن، صلوات نفرستادن. ما اون فضا رو داریم ان تحلیل میکنیم، چیزی که الان خنده داره واسه بخوایم این حرفا رو بزنیم. یعنی الان اینقدر جامعه رشد کرده، همون آقای کروبی که شما میگید توی جلسه خصوصی رفت پیش آقای خامنه ای گفت چرا زیر نامه هات مینویسی رهبر انقلاب؟ کجا تو رهبر انقلابی؟ رهبر انقلاب امام بود، تو رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب نیستی. تو جلسه خصوصی گفت به آقای خامنه‌ای، و بعد آقای خامنه‌ای اومد بعدش نوشت تو، چون اون موقع مثلا من یادمه میخواست خودش رو میخشو بکوبه و اینا، میزد مثلا رهبر جهان اسلام، نمیدونم یه همچین چیزایی میزد و اینا، که بعد آقای کروبی توی سخنرانی خورید بهش، واقعا تو رهبر انقلاب ما نیستی، تو معلوم نیست سرت کجا بوده.
چون رهبر جمهوری اسلامی حالا اومده زیر نامهات داری می‌نویسی رهبر مسلمین جهان. آقای زم، این روایت که شما میکنید در البته جای بحث داره، امیدوارم در برنامه دیگری این فرصت رو داشته باشیم که به ابعاد روابط بین رهبران جمهوری اسلامی و اون مقاماتی که به هر حال اداره کشور رو به عهده داشتن بپردازیم. اما اگر برگردیم در بحث خودمون که تشکیل کابینه هست و این فضایی که این روزها به هر حال دولت جدید در ایران در حال آغاز کار هست و فعالیت خودش رو آغاز کرده، مشخصا میخوایم از این صحبت کنیم که ما دو حادثه رو پیش بینی میکنیم که انجام بشه و اتفاق بیفته. یکی تلاش جامعه جهانی برای اعمال محدودیت های جدی بر علیه برنامه های نظامی جمهوری اسلامی که بخش موشکی در رأس اون قرار داره. ما امروز یک جور اجماع کامل در این قضیه ببینیم. یکی هم اینکه احتمال فوت علی خامنه ای و ایجاد یک خلأ قدرت در ایران به هر حال تا بخواد پرشه، تا به هر اتفاقی بیفته، زمینه های کار و فعالیت رو در اختیار گروه های مختلف قرار داده. آیا فکر میکنید اساساً دولت و اساساً کابینه نقشی در کنترل این اتفاقات، سهمی در این رویدادها دارند؟ اصلا میشه براشون سهمی قائل شد و بگیم انتخاب مهره هایی که در کابینه فعال هستن میتونه در روند مدیریت این بحران های پیش رو تأثیری بگذاره یا خیر؟ داره، ولی من معتقدم که زیاد انقدر نقش برجسته ای نداره. شما ببینید اگه ما بخوام مقایسه هم بکنیم، زمانی که آقای خمینی فوت شد سال 68، خب کابینه نقش زیادی نداشت تو انتقال قدرت. یعنی کابینه خود آقای خامنه ای یا کابینه میرحسین موسوی نقش زیادی نداشت تو انتقال قدرت. از بحث انتقال قدرت به مجلس خبرگان انجام میداد و خب توافقات پشت پرده بود که اون موقع با سید احمد و هاشمی و آقای خامنه ای و موسوی اردبیلی و محمدی گیلانی و نمیدونم اینا انجام شده بود پشت پرده دیگه. الان چه کسانی ممکنه پشت پرده با همون در حال توافقاتی باشن؟ یعنی بعد مثلا ما مشابه سازی که بخوایم بکنیم بگیم صادق لاریجانی و مشتبه خامنه ای و حسن روحانی و اینجوری، علی لاریجانی اینجوری بسنجیم قضایا رو؟ ببینید الان اتفاقی که افتاده، سپاه الان دو سه تا تیکه شده. یعنی سپاه دو سه تا جزیره بود خودش. بعد از اون تو این دو سه سال اخیر مخصوصا شکافی که سر پرونده سعید طوسی توی سپاه افتاد، یه بخش متدینی از بدنه سپاه ریختند و اینها فهمیدن که بالاخره با این وقوع این جرم که به نام بیت رهبری و به نام قاری قرآن محبوب رهبر و اینها انجام شده، خیلی اعتقادشون به آقای خامنه‌ای برگشت. از اون موقع یه بخشی رفتن سمت رئیسی واسه یه بیعت و راجب قدرت و اینها، یه بخشی اومدن سر صادق لاریجانی که اومدن، بخشی که اومدن سراغ صادق لاریجانی بیشتر سمت اطلاعات سپاه و اینها بودن، بخشی که رفتن سمت رئیسی بیشتر بعد فرماندهان سپاه قدس و فرماندهان خود سپاه و اینها بودند، فرمانده اصلی غیر از اطلاعات سپاه و اینها. و خب تو انتخابات هم میبینیم مثلا اطلاعات سپاه یه دفعه میاد اول قالیباف حمایت میکنه، بعد میره یه دفعه پشت سر رئیسی که یک مقام قضاییه. یعنی خب اینا تکلیف میشه دیگه که این کارا رو بکنه. ولی خب اون بخشی که رفتن سمت صادق لاریجانی با 63 تا حسابی که ریخته شد، یعنی خبرش منتشر شد از صادق لاریجانی، اون بخش هم ریختن. یعنی باز خود سپاه چندین قسمت مونده سمت کی بره و چی کار باید بکنه. خب آقای زمان معذرت میخوام، شما رو نگه میدارم، عذرخواهی میکنم، ولی خود سپاهی ها سالهاست متهم به راندخاری، سوء استفاده های گسترده. ببینید ما صحبت از بدنه نیروهای نظامی نمی کنیم، صحبت از فرماندهانی می کنیم که دسترسی به برقراری ارتباط دارن یا تاییدشون یا بیعتشون با یک آخوندی میتونه او رو به کانون قدرت تبدیل کنه. خود این فرماندهان سپاه مدت هاست از دولت آقای خاتمی، از دولت آقای احمدی نژاد، از دولت آقای روحانی، همه با همه اینها رو متهم به قاچاق کالا، راندخاری، سوء استفاده از بسیاری از ارگانهای کشور میکنن. حتی شاهد حضور نیروهاشون زمان افتتاح فرودگاه بین المللی جنوب تهران بودیم که در زمان خاتمی اجازه ندادن بازشه، یا ماجرای ترکسل یا اون اپراتور دوم یادمونه دیگه، اینا همه چیزایی که
یک به یک فراموش نمی‌کنیم، حافظمون همه رو حفظ کرده. اینها که خودشون فاسدن چگونه از فساد 63 حسابه آقای لاریجانی وقتی مثلا ناراحت میشن و میخوان از او تبری بجویان؟ چرا؟ من نمیدونم، دوست که بالاخره با دوست باید رفیق‌تر باشه. خب بحث تبری بحث این بوده که آقای لاریجانی این رو یواشکی انجام داده. خب اینا بحث اصلیشون این بود که چرا یواشکی انجام دادی، چرا به ما نگفتی؟ تو داشتی ماهی 50 میلیارد تومان سود میگرفتی، این سود در اختیار خودت بوده، یعنی محل ردیف هزینه کرد هم نداشته که مجلس به تو بودجه بده، بالاخره ردیف هزینه داره، این ردیف هزینه هم نداشته، تو به هر کی دوست داشتی میدادی، چرا به ما نگفتی؟ چرا به ما ندادی؟ خب بحث اصلی این بود که چرا تنهایی داشتی میخوردی؟ خب طبیعتاً اون بخشی که بالاخره ناراحت شدن که این تنهایی داشته میخورده ریختن رفتن حالا یه سمت دیگه، رفتن سمت رئیسی و رفتن سمت این منور و اینا. ولی من معتقدم بالاخره این آدمایی که به روحانی رأی دادن، با بازگردیم به سوال شما، آدمایی که به روحانی رأی دادن یا اون بدنه اجتماعی که الان روحانی داره، که من معتقدم همش هم عاشق چشم ابرو روحانی نبودن، نصف این رأی یا رأی سلبی بود، یعنی اگه میخواستن خود رأی روحانی رو بخوام در نظر بگیریم، همون 14-15 میلیون با اون عمل کردی که داشته از نظر اقتصادی و اینا، همون 14-15 میلیون بود، بقیهش رأی سلبی بود که دادن، یه بخشی از آرای خاکستری جامعه فعال شد که رئیسی نیاد. معتقدم که حالا توی روند انتقال قدرت بالاخره فاکتورهای دیگه هم هست، شخصیت‌های دیگه هم هستن که میتونن تاثیرگذار باشن که تا الان ترجیح دادن اصلا کنار باشن. درسته. هیچ کس سمتن هم قبول نکنم، مثل ناطق نوری. درسته. که رئیس دفتر بازرسی رهبری بود سر فساد زیر مجموعه رهبری، و اینکه میگه گزارشی میبره از فساد زیر مجموعه آقای خامنه‌ای، میگه آقا زیر مجموعه رهبری فاسد شده و اینا باید بازرسی بشه، شما اجازه بدیم ما بریم بازرسی کنیم از این مجموعه، شما فسادهای مالی رو در بیاریم، که آقای خامنه اونجا با یه قیافه حق به جانب عاقلا در صفیح بهش نگاه میکنه و میگه شما هم که داری حرف دشمن رو تکرار میکنی، یعنی شما معتقدی که تو زیر مجموعه ما فساده. خب اینا بالاخره چیزایی بوده که وجود داشته و میاد بیرون و دیگه هم پشت سمتی هم قبول نمی کنه و بعد هم نخواهد کرد. یه همچین آدم هایی قطعا تأثیر گذار هستن تو روند گذاره. خب آقای زم، چون وقت کوتاهی داریم، 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم، میخوام اینو بپرسم، از فهوای پاسخ قبلی شما به این نتیجه رسیدم که سپاهی ها به هر دلیلی در شرایط امروز کشور به قدری قدرت دارن که میتونن در روند انتقال قدرت در زمان مرگ آقای علی خامنه ای تاثیرگذار باشن و در انتخاب جانشین بعدی تایید یا بیعت سپاهی ها میتونه بسیار بسیار مهم باشه، همین حالا در سهم خواهی از کابینه چه میگویند؟ چه سهمی از کابینه حسن روحانی رو میخواهند به عنوان یک قدرت در امروز واقعا غیر قابل انکار در عرصه سیاست و اقتصاد و به حال نظامی هم که هستن؟ خود آقای روحانی هم گفته دولت تفنگدار و دولت بدون تفنگ. بحث اصلی سپاه الان بحث پول آقای آزم، یعنی ببینید الان دولت نمیدونم چقدر با روند فعالیت دولت تو داخل تو بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینها آشنایی دارید یا الان میدونید که چه اتفاقی افتاده. الان دقیقا ما بعد تو بحث گمرکات سیستمی رو طراحی کرده دولت روحانی که قاچاق کالا به حداقل ممکن برسه، یعنی هر قاچاقی هم که میخواد انجام بشه با یه فرایند خیلی سختی خود سپاهی ها میتونستن. آدم هایی که الان مثلا تا 2 سال پیش 3 سال پیش جنس ترخیص میکردن، طرف سردار سپاه بود، پول میگرفت، 2 تا کانتینر جنس میآورد و قشنگ هم قول میداد، میگفت 2 روز دیگه جنست فلانجا دستت بیا بگیر، الان بهش زنگ میزنی جواب تلفن نمیده، چون نمیتونه ترخیص بکنه، چون راه قاچاق تو گمرکات بستن. یه بخشی از درآمد سپاه تو گمرکات گرفته شده و به حداقل رسیده. بخش عمده ای که سپاه روش دست گذاشته و ما میبینیم تو همین توتال هم نماد بیرونی داشت، اینا این نبود که چرا قرار داد و مثلا غیر کارشناسیه، چرا توتال مثلا این جای قرار دادش مشکل داره منافع کشوره، اینا بحثشون این بود که آقا اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه ای میگه
اقتصاد مقاومتی یعنی به خارج نده بده ما بخوریم، ما بخوریم با تکنولوژی 50 سال قبل، پولو ازت میگیریم اینو با تکنولوژی 50 سال قبلی که الان داریم، مثل واگن‌سازی پارس، مثل نمیدونم صدرا، اینو با تکنولوژی 50 سال قبلی که الان در اختیار انجام میدیم، تازه به ما هم گیر نده که کی ما بهت میدیم. طرف خارجی میاد میگه که الان باید قرارداد میبندم، 10 تا واگن تا یه سال دیگه بهت میدم، اینا میگن ما یه واگن 6 سال دیگه بهت میدیم. خب همینجا اونا نده به ما بده. من معذرت میخوام همینجا، ولی یکی از همین فرماندهان سپاه، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دولت رو متهم کرد که بیش از 2000 میلیارد تومان، 20000 میلیارد تومان به سپاه بدهکاره. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ چرا باید طلبکار باشه و بازم بیاد کار کنه و هنوز دولت هم پولی برای پرداختن نداشته باشه؟ یعنی اساسا واقعا این بدبستون به این شکلی که من و شما درک میکنیم در اقتصاد بین اینها وجود داره یا سبک دیگری داره؟ یک دقیقه تا پایان برنامه. بدبستون که وجود داره قطعا پشت پرده، ولی کسی نبود از این فرمانده سپاه بپرسه، سپاهی که توی با یه کانتینر تشکیل شد، با دو تا کانتینر تشکیل شد و فرماندهانش اونجا میشستن دور سفره املت میخوردن، چی شد که به اینجا رسید که الان 20000 میلیارد تومان فقط از دولت طلبکاره؟ این کجای اقتصاد بوده که فقط 20000 میلیارد تومان از دولت طلبکاره؟ ببین ما الان بحث سپاه بحث بیشتر بحث‌های اقتصادی، الان ما این تحریمی هم که آمریکا میکنه تقریبا 6000 تا شرکت سپاه تو داخل کشور فلج میشه و میخوابه. 17500 ببخشید 170000 تا از این آدمایی که مرتبط و غیر مرتبط با مستقیم و غیر مستقیم اون شرکت‌ها در اختیار، اینا همه زندگی‌هاشون فلج میشه و تحت تحریم قرار میگیرن. درسته. بحث اصلی سپاه الان اینه که سهم خواهی بکنه از قراردادهایی که دولت روحانی میخواد تو دولت 12 ببنده و اینکه بگه چقدر سهم ماست. بسیار سپاسگزارم. به عنوان آخرین سوال، اگر بخوام یک تقسیم بندی از کابینه 12 بکنم، بخش سیاست خارجی دفاعی رو که علی خامنه‌ای برداشته، به موضوع آموزش و فرهنگ هم که حساسیت داره، اونجور که شما میفرمایید وزرای اقتصادی دولت هم بایستی به خواسته سپاه نزدیک بشن، پس عملا از دولت چیزی به غیر از یک همون تدارکاتچی نظام چیزی باقی نمیمونه؟ نه تدارکاتچی بازم بستگی داره. من معتقدم آقای روحانی یه شخصیتی، یعنی یه فاکتورایی رو از هاشمی گرفته، یه فاکتورایی رو از خاتمی گرفته، یه فاکتورایی رو از احمدی نژاد گرفته، تلفیق این سه نفره. درست. آقای روحانی رو نمیشه یک شخصیت کاریزما یا حالا مثلا یه شخصیت عین هر کدوم از این شخصیت‌ها ارزیابی کرد. یه فرمی از این سه تا شخصیت داره، جایی که لازم باشه وای میسه تو روی آقای خامنه‌ای، جایی که لازم باشه متانت میکنه، جایی که لازم باشه صبر میکنه مثل هاشمی، جایی که لازم باشه میزنن تو سرش میشه مثل خاتمی. بالاخره این تلفیق این ستا رو داره و من معتقدم که اینا حریف های روحانی نمیشه. بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم روح الله زم، روزنامه نگار که از شهر از فرانسه همراه ما بودی. بسیار از شما سپاسگزارم. از شما خوبان هم ممنونم که تا به این لحظه بیننده ای برنامه بودید. فراموش نکنید که علاوه بر رسانه‌های اجتماعی وابسته به شبکه افق ایران و آنتن زنده تلویزیون اندیشه، از طریق اینترنت کم سرعت بدون نیاز به فیلتر شکن و از طریق اپلیکیشن پرژن ویدیو روی تلفن‌های همراهتون، خصوصا در داخل کشور مادریمون، به رایگان میتونید این برنامه و دیگر برنامه‌های زمان انتخاب رو حتما ببینید. وقت خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.